در این لایو راجع به جاب آفر میخوایم صحبت بکنیم. افرادی هستن که کارهای ویزاشون رو ما از تقریبا 2 سال قبل شروع کرده بودیم، ویزای ورک پرمیت با گرفتن در حقیقت با جاب آفری که خودشون گرفته بودن. خب سلام، وقتتون بخیر. سلام، خوش آمدید به کانادا. مرسی، کارتون به نتیجه رسید و وارد شدید. من یه فرصتی میدم دوستان خودشون معرفی کنن. من پریما هستم. نمیدونم چی باید بگم. 32 سالمه دیگه. همسر امیر با هم اومدیم کانادا 10 روز پیش. آره، من امیرم، کارم تتوه و یه 15 ساله که دارم کار تتو داشتم، کار تتو رو تو ایران انجام میدادم که با همین با کمک آقای طالبزاده و اینا تونستیم جاب آفر رو بگیریم و الان 10 روزی که رسید. اول یه توضیح بدید که اصلا شما چطور این کارفرما رو در کانادا پیدا کردید. برای کسی که دارن میبینن لایو رو من بگم که امیر و پریما کارفرماشون رو خودشون پیدا کرده بودن، برای انجام کارهای حقوقی پرونده شون به ما مراجعه کردن و ما فرآیند، یعنی ما از هم از کارفرماشون وکالت گرفتیم بابت مجوزهاشون و هم از خودشون و کار ورک پرمیت و ویزای ورودشون انجام شد. میخوای برای ما بگی یا من بگم؟ یه بار با شما صحبت کرده بودیم، بعد یعنی ما قرار بود اصلا تحصیلی اقدام کنیم که من چون نمیخواستم آیلتس بدم، اصلا تو خودم نمیدیدم آیلتس دادم اینا رو دیگه چیز کردیم. از شما پرسیدیم، گفتیم مثلا جاب آفر بتونیم پیدا کنیم چجوری میشه، گفتیم که خیلی خوب میشه اگه پیدا کنید و اینا. دیگه من نشستم واسه یه چیزی حدود شاید 7-8 هزار تا تاتو شاپ اینجا ایمیل فرستادم و خیلی جالب بود، همشون امیر رو میخواستن، ولی خب به بخش المایه‌ای که میرسید کسی قبول نمیکرد که بخواد جاب آفر رو بده و اینا، ولی 2 نفرشون امیر رو خواستن که ما دیگه خوشحال بودیم که یکیشون از اون یکی جدی تر و الان هم اینجا. 7 هزار تا ایمیل؟ بله، 7 هزار تا ایمیل. عددش خیلی ساده است گفتنش، ولی 7 هزار تا ایمیل زدین شما. کردنش خیلی سخته، 2 ماه شاید طول کشید اینا رو پیدا کنید. پیدا کردن اینها و ارتباط گرفتن واقعا پشت کار میخواد، واقعا دمتون گرم، واقعا خیلی خیلی شاهکاره، خیلی جالب و مثال زدنیه. خب چطور با ما آشنا شدید اصلا؟ دوست من سپیده با شما کاراشو انجام داده بود، اونم الان ونکووره. من از طریق اون که هم دانشگاهی بودیم دیدم با شما کار کرده و اینا آشنا شدم. بله. خب حالا بعد صحبت کردیم، ما ایران هم دفتر نداریم و تماس ما، چون من خاطرم از اون جلسه اولی که بوده 2 سال قبل با امیر صحبت کردیم تلفنی بود. چطور اعتماد کردید؟ چطور به این جمع‌بندی رسیدید؟ چه تحقیقاتی کردید؟ من یه توضیح کوچیکی بدم پری مراجع به این داستان که یادم نره، ببخشید. ما حقیقتش یه 7 سالی بود که در حال تحقیق کردن و مشاوره کردن بابت مهاجرت و اینا بودیم. حتی کشورهای مختلف، از یه سال آلمانی خوندیم، یه سال سوئدی خوندیم. هر کدومشون کنسل می‌شد و ما برنامه‌مون عوض می‌شد. استرالیا می‌خواستیم بریم. با هر تقریبا هر وکیلی که تو تهران بود و ما وقت مشاوره گرفتیم و صحبت کردیم و شما باورتون نمیشه از دروغا و اطلاعات ناقص و اطلاعات برعکس و چرت و پرتایی که کسایی که دفترهای بزرگ و میزای نمیدونم چوبی و حتی یکیشون یه صندوقی داشت که روبه مشتری گذاشته بود توش پر از طلا و گردنبندهای مروارید و اصلا باورتون نمیشه دلار چیده بود که بگه مثلا خیلی پول داریم و اینا، ولی اطلاعاتشون 100% اشتباه بود و ما خودمون با سرچایی که کرده بودیم از اونا خیلی بیشتر اطلاعات داشتیم تا با کانادا از ایران آشنا شدیم. و به نظر من تنها مؤسسه حرفه‌ای که از ما اطلاعاتشون بیشتر بود و میدونستن داستان چیه و میدونستن مسیر چیه پیج کانادا از ایران بود که ما تا صحبت کردیم سریع با وکیلش تماس گرفتن، حالا همکارای خودتون خانم درویش و اون همکارای قبلی و من اسمشون رو فراموش کردم،
ولی ما زیاد تجربه مشاوره و دفترهای مهاجرتی و اینا رو داشتیم و میگم خیلی از دوستامون میان میگن مثلا آره من چند ساله میخوام برم کانادا ولی بهم گفتن 6 میلیارد هزینه شه، یا من میخوام برم استرالیا ولی بهم گفتن مثلا باید 14 تا چه میدونم خونه اینجا به نام فلانی به. از این حرفایی که هیچ کدوم پایه و اساس نداره. و اینی که ما با شما آشنا شدیم و با شرکت شما خیلی مسیر روشن و واضح و بدون چیزی بود، قرارداد رسمی، همه بندهای قرارداد طبق اون پرداختی ها، اینا چیزی شد، چیزهایی بود که باعث شد ما 100% اعتماد کنیم. خیلی هم عالی، مطمئنم پریما اگر که 6000 تا ایمیل زده حتما من بیام تحقیق کرده وقتی اون کارفرما تونسته پیدا بکنه حتما بقیه پیدا کردن بقیه مؤسسات و مشاوره و نقاط قوت و ضعفش کاری نداره. خب ما وقتی که با شما صحبت کردیم، من با کارفرماتون صحبت کردم، خانم ربکا خودشون خیلی راغب بودن، خیلی از کارهای امیر راضی بودن و خیلی خیلی با شور و شعف صحبت میکردن اینکه امیر میخواد بیاد، کی میخواد بیاد. خب اونام دیدی ندارن کارفرمای کانادایی که فکر میکنه مثلا مثل امریکایی یا ایتالیایی مثلا حتی شاید هندی ها مثلا الان میگن ماه دیگه میاد. گفت کی میاد؟ گفتم 3-4 ماه. تو میگه گفت 3-4 ماه ما 3-4 ماه صبر کنیم. گفتم خانم معمولا 1-2 سال شاید لازم بشه صبر کنن و من صبر کنم 2 سال واقعا. و اینکه کارفرما صبر بکنه هم در حقیقت هم برمیگرده به اینکه شما گزینه واقعا ایدئالی بودید براشون و هم اینکه خودش چقدر اطمینان و اعتماد داره. بعد از اینکه ما مدارک رو گرفتیم، دفعه اول که اقدام کردیم نتیجه منفی بود. یعنی ما حدود 7-8 ماه قبل یک جواب ویزا گرفتیم، المای مثبت رو گرفتیم. المای برای دوستانی که باز نمیدونن مجوز استخدام نیروی کار غیر کاناداییه. این مجوز رو داره کار ESTC صادر میکنه، یه نهادی جدا از ایمیگریشن. اون کار رو ما انجام داده بودیم، المای گرفته بودیم، ولی ویزا رد شد به همون دلیلی که برای همه رد میشه، ممکنه ایشون برنگردن. در صورتی که خیلی سبق نمیکنه نسبت به کسی که داره با ورک پرمیت امیر ورک پرمیت پی آر نبوده، ورک پرمیت عادی بوده، ولی خب باز پروندهش انقدر قوی بود که من یادمه که صحبت کردم که میخواد ببریم کورت براتون پرونده رو، مثلا $2,000 هزینه شه، یا میخواد به نظر من ارزش این رو داره که یه بار دیگه رفع ایراد بکنیم و با پشتوانه بیشتر براش اقدام بکنیم، که دوباره اقدام کردیم و جواب اومد. تو اید بود، امیر و پریما مسافرت اید بودن. حالا ما میخوایم جواب رو اعلام بکنیم بهتون، نیستن. بعد از این که جواب گرفتیم چی کار کردین؟ انقدر سری جمع کردید کارو؟ راستش شما به من زنگ میزدی، من چون شما راهی که نمیشناسم و زیاد جواب نمیدم، پریما میگفتم این کی از خارجی داره به من زنگ میزنه فلان 3-4 بار اینا. بعد یهو بزن گفتم وای نکنه از کانادا خبری شده و اینا، که بعد با شما صحبت کردیم حقیقتش سری جمع کردن که خیلی همه چی هول هولی شد و ما شما گفتین 3 هفته وقت دارین در واقع، و تو این 3 هفته تو وقت پیکاپ ویزامون هم نبود که 1 ماه فرمودین اکستنشن بگیریم که ما تقریبا 2 ماه وقت داشته باشیم واسه جمع و جور کردن و اینا که دیگه همه چیمون اوکی بود. فقط من اون مشتریایی که کارشون نصفه بود و تموم کردم و پریما هم تا جایی که میتونستیم جمع و جور کردیم و دیگه با هر شرایطی بود دیگه اومدیم که به این ددلاین برسیم. که من اینجا یه پرانتز دیگه هم باز کنم، ورک پرمیت برعکس ویزای توریستی یا حتی ویزای دانشجویی رو میشه انداخت عقب، ولی ورک پرمیت چون کارفرمایی وجود داره، با اون کارفرما اجازه کار گرفته برای یه کارمندی که بیاد و یه کاری رو شروع بکنه، خیلی بازه زمانی گسترده ای نداره، باید تو اون تعهد زمانی وارد بشین یا اینکه حتما قانونا اقدام بکنید. برای گرفتن خونه، ورودتون، اقامتتون، این دغدغه های قبل سفر، خب تجربه قبلی شما سفر به کانادا نداشتید درسته؟ نه ویزایی نداشتید. شینگن و اینا چطور؟ نه شینگن هم نداشتید. برای اینا چطور هماهنگ کردید؟ بگو پریما اینا رو شما هماهنگی نکن. یعنی ما واقعا خیلی
بدون فکر و خیلی یه حالا یه چیزی میشه و خیلی بداهه، یعنی اصلا نه فکری کردیم نه پولی داشتیم. حتی من فقط دیروز خودم استوری گذاشته و پریروزا توضیح داشتم میدادم، ما چون دوست داشتیم چند نفر اینجا توی تورنتو پیش دوستامون موندیم، بعد که اومدیم کلگری هم یه دو سه روز پیش یکی از دوستای دیگه هم موندیم، الان هم چون خونه گیرمون نمیاد چون ما با دوتا سگامون اومدیم یه ذره کار واسه ما سخت‌تر کرده، نمیدن خونه، یعنی میدن هم ولی سخت میدن، بعد اینجا چون کوچولوه و اینا خب یه ذره کار واسه ما سخت‌تر میکنه. الان هم ما توی همین تتوشاپی که علی توش کار میکنه ساکن، اتفاقا جای باحالی هم هست، یعنی حالا آدم سختش هست واقعا، ولی خب دیگه همینه بهتر، حداقل که ما از ایران اومدیم بیرون، هر چه آدم اینجا سختی داشته باشه دیگه آدم یه ذره تحمل میکنه بعد زندگیش میفته رو روال، بعد اینکه برنامه ای داشته باشیم حقیقتا نداشته. راجع به شغلتون، کارتون و میزان درآمدتون و اینها هم یه توضیح بدید. تو کانادا منظورتونه آقایتون؟ بله بله. من اینجا به عنوان تتو آرتیست استخدام شدم توی یه کمپانیه که چند تا بیزنس مختلف دارن و یکی از تتو شاپاشون که توی شهر کاکرن نزدیک کلگری ایالت آلبرتا اینجا ما رو استخدام کردن که جاب آفر دادن و اومدیم. موقعیت کاریم همین تتو آرتیسته، اگه بدون مشتری باشن باید، یعنی تو قراردادمون اینه که ساعتی 40 دلاره حقوقم و مشتری اگه باشه میشه 100 دلار ساعتی و هر چقدر که اجازه کار قانونی داشته باشم و اینا، و شرایطش هم همه چی دست خودمه دیگه، چون به عنوان سینیور آرتیست اومدم همه کار هر کاری که دلم بخواد و خودم، همون مثل سیستم ایرانه، فقط این که قانونیه باید مالیات بدم، همون چیزهایی که همیشه آرزوشو داشتم که من بتونم کار هنری که دارم میکنم و به عنوان یه خلافکار حساب نشم و به عنوان یه میدونی یه عضو داغون جامعه نباشم. اینجا حتی مثل دکترا به ما احترام میذارن، یعنی من تو جای مختلف تعریف میکنم میگن مثلا کارت چیه، چون مردم خیلی اجتماعی هن و خیلی مهربونن و همش میخوان باهات حرف بزنن، میخوان بدونن تو چی کار میکنی از کجا اومدی اینا. میگم تتو آرتیستم یهو اینجوری میشن که آه ایول باریک الله فلان، انگار مثلا دکتری چیزی دیدن، در صورتی که تو کشور خودمون اصلا اینجوری نبوده. موقعیت شغلیم اینجوریه، همه چی اوکی و عالیه تا حالا، خودم اگه بخوام یه روزی بیزنس خودم رو داشته باشم. خیلی عالی، کلا تخصص احترام داره، ارزش داره و واقعا یه فرهنگ خیلی خوبیه تو کانادا که هر فردی با هر حرفه‌ای واقعا به تخصصش احترام میذارن، اگرچه که واقعا اسمش روشه دیگه، آرتیست خب یک تخصصیه که هنرم توش داره و واقعا خیلی دوست دارن مردم اینجا هنرمندا. یه توضیحی که سوالی خیلی میپرسن، کل هزینه های شما حالا با در نظر گرفتن قرارداد ما از ابتدا تا انتها همه چیزایی که بوده رو تا جایی که حضور ذهن دارید و بر ما میتونید بشمارید؟ بله حتما. راجب قرارداد با شما، 5000 دلار قرارداد من بوده از اول تا آخر کارهای من، 1000 دلار برای پریما که کو اپلیکنت منه در واقع، و بعد از ریجکتی من فکر میکنم 1000 خورده ایم هزینه اون شد تقریبا، دقیقا اونم یادم نیست، حدود 7 تا 8000 تا هزینه قراردادمون شد، نفری 87 میلیون بلیتمون شد، به خاطر اینکه سگ داشتیم و میخواستیم سگامونو ببریم نتونستیم گزینه‌های ارزون‌تر رو بگیریم، ولی ارزون‌ترش هست از 50 تومن اینا فکر میکنم باشه، نفری 87 تومن اون شد، 40 میلیون پول بلیت سگا شد. این تا ما برسیم اونجا. نمیدونم پری ما هزینه دیگه هم کردیم، من دقیقا یادم نیست. نه دیگه یه چیزی کنن فکر کنم 2500 تا ما خودمون پول داشتیم که توی فرودگاه 1100 تا شرفاسه سگ. آره یعنی ما پولی که با خودمون آوردیم تقریبا 1000 دلار اینا بوده تا برسیم اینجا، تقریبا 1000 دلار. آره هیچ با جیب خالی اومدیم. آره واقعا 1000 دلار خیلی کمه، یعنی واقعا خیلی کمه 1000 دلار، یعنی خیلی ریسک کردید تو. آره مجبور گردی اینجوریه. بقیه شما 1000 دلار نمیدید با پول بیشتر بد، ما خیالمون راحت بود دوست داریم میتونیم خب
درسته. اگرچه وقتی که خب شما با جوابر میاید با کار دارید میاید، چون شما حقوق میگیرید و هم از نظر قوانین ویزا اون سختگیری نسبت شما وجود نداره، هم این که خب میدونید شما بالاخره در میارید و خرج میکنید دیگه اینجا. خیلی هم عالی. من اصلی ترین سوالی که تو این زمینه میگیرم اینه که ما چطور کارفرما پیدا کنیم؟ راستش اولا که این سوال به نظر من سوال درستی نیست که چجوری کارفرما پیدا کنم. اولین قدم اینه که بدونم من چه استعدادی دارم و من چه هنر و چه اسکیل و چه علمی دارم که میتونه به درد یه نفر تو کانادا بخوره. چون تمام این کارفرماهایی که به قول شما فروشیان و دارن المایه میفروشن، معلومی شما میایید اینجا به چه مشکلی بر بخورید، چون شما باید توی اون شغل حضور داشته باشی و کار کنی و این مدارکش باشه که شما واقعا اون کاری و حتی از آفیسری که توی فرودگاهه کار داره به این که شما واقعا اون کار رو میتونی بکنی یا نه. و به نظر من هر کسی باید بدونه که چه هنری داره، چه کاری میتونه بکنه، که چون اینجا کانادایی ها به خیلی چیزا احتیاج دارن واقعا که ما در نظر نمیگیریم. مثلا فرض کنین برق کار کم دارن، نمیدونم خیلی شغلا هست که اینجا به درد میخوره، ولی ما تو ذهنمون کنسل میکنیم یا با مشاوره های غلط دنبال جاب آفرهای قلابی میگردیم. من هیچ وقت نتونستم به یه همچین جاب آفرهای اعتماد کنم و پولش هم حقیقتا نداشتیم هیچ وقت که بخوایم 50,000 دلار بدیم، ولی مسیرهایی که ما تو ذهنمون بوده مسیرهای قانونی بوده، یا تحصیلی یا از طریق جاب آفر یا هر طریق دیگه‌ای که واقعا من مثل یه شهروند قانونی برم تو اون کشور مالیاتمو بدم و کارمو انجام بدم. و وقتی شما مطمئن باشی به خودت که من میتونم فلان کارو انجام بدم و رزومه درستی یه نفر واسه تنظیم کنه، پورتفولیو نمونه کارات باشه و اینا و بفرستی، خیلی ها جواب میدن واقعا. و از بین اون خیلی ها احتمالش هست که یه نفر اعتماد کنه و جاب آفر رو بده که بدون هزینه باشه. چرا من باید 20,000 دلار بدم که تو منو بیاری جایی؟ میدونی اگه واقعا من کاری میتونم انجام بدم. من بگم این که مثلا چون از منم خیلی میپرسن که چجوری پیدا کنم مثلا کارفرما و جاب آفر بگیرم و اینا، یعنی مثلا خیلی ها میرن توی مثلا حالت اپلیکیشن های مثل ایندید جابز و فلان و اینا نگاه میکنن مثلا ببینن که کی میخواد استخدام کنه. توی کیس شخص ما من اصلا یعنی حتی به یاد ندارم یه دونشون رو نگاه کرده باشم ببینم میخوان استخدام کنن یا نمیخوان. من همینجوری واسه همهشون میفرستادم و این شد اصلا. من فکر میکنم اصلا ربکا اینا میخواستن اون موقع، نه نمیخواستن، نمیخواستن. و وقتی کار رو که دیدن که ای بل میتونیم یه صندلی هم بذاریم مثلا امیرم بیاد کار بکنه. و اینکه از هر پلتفرمی که میدونن هست وجود داره، مثل اینستا، فیسبوک، میدونم گوگل، لینکدین، تیک تاک، از همه اینا میشه استفاده کرد واسه اینکه شما رزومتون رو بفرستید. حالا هر کسی توی هر فیلدی که هست، حالا هر چقدر تخصصی باشه، میتونه سرچ کنه و از همه اینا میشه استفاده کرد واقعا. خیلی نکته مهمیه. از هشتگ های اینستا استفاده کردم. آفرین. به خدا بعد مثلا ایمیل ندارن، یعنی ما از اون 8,000 تایی که دارم میگم مثلا بیشترش ایمیله. یه تعداد خیلی زیادیشون رو من بعد تو اینستا بهشون دایرکت میدادم. اینا مثلا جز چیزایی که هی باید بری سرچ کنی همه اونا رو دوباره بفرستی و اینا هم هست. آره پیدا کن. مورد آخر این که برنامه‌تون برای خب اکثرا خیلی دنبال اقامتن، حالا اقامت رو حتما میدونید، هم امیرینا هم بقیه، کار تخصصی اگر داشته باشید در کانادا میتونید بعد از یک سال سابقه کار برای اقامتتون اقدام بکنید. حالا کلگری چطوره؟ شما تورنتو رو الان دیدین؟ کلگری هم دیدین؟ کلگری راستش خیلی قشنگه، خیلی خیلی میشه گفت طبیعت خیلی جذابی داره. حتی ما جای البته جاهای معروفش رو مثل که چیزایی که دوستامون تعریف کردن هنوز ندیدیم، ولی خود شهر و خود کاکرن و خیلی خیلی قشنگه، فقط خیلی کم جمعیته و آرومه و بی سر و صدا و اینا. بعد مثلا مایی که وسط مرکز تهران زندگی کردیم توی شهر مثلا 10-12 میلیونی، یهو اومدیم توی سکوت و اینا، اینش یه ذره واسمون یه ذره سخته، اینش که انقدر اینجا مثلا ساعت 8 همه تعطیل میکنن و میخوابن و اینا، یه ذره واسه ما عجیبه. ولی
از نظر آرامش و زیبایی و رفتار مردم و اینی که شما اصلا احساس غربت نکنی و ایناش خیلی جالبه. یعنی ما اصلا فکر نمی کردیم که اینقدر همه چی راحت و شیرین و جذاب و اصلا بدون دردسر. هر جایی ما هر اداره‌ای رفتیم در عرض 10 دقیقه یه پروسه‌ای که تو ایران شاید چند ماه‌ها طول می‌کشید و رفت و آمد و کاغذبازی داشت و تو 10 دقیقه انجام می‌دادن. حتی ما یه دفتر سرویس کانادا رفتیم که کارای چیز سین نامبر رو بگیریم. خیلی واسمون عجیب بود که ما توی اون سالن انتظار که نشسته بودیم، هر کارمندی که با ما کار داشت باید از پشت میزش پا می‌شد، میومد توی سالن انتظار، ما رو به اسم صدا می‌کرد که پریما بیا نوبت توه، بیا با من بریم به باجه 7. این نبود که یکی حتی شماره بزنه شماره 7 و اینا هم نبود اون بالا. یعنی انقدر احترام میذارن به همه به همدیگه احترام میذارن که واسه ما خیلی تعجب آور بود. و پروسه خیلی سریع، بانک 10 دقیقه انجام میشه، سرویس کانادا نیم ساعته انجام میشه، همه چی رواله و در حال پیشرفتنه و بدون هیچ مشکل و مانعی. اینش خیلی برام جالب. فرودگاه ورودتون چطور بود؟ ورک پرمیتو گرفتید؟ سوال خاصی پرسیدن؟ نه اصلا خیلی یه طرفی بود که 3 نفر آدم بیشتر توش نبودن، ولی یه ساعت و نیمی طول کشید و اینا، شاید آره دیگه یه ساعت و نیمی طول کشید. بعد امیر دیگه استرسی شده بود نکنه آفیسر به من گیر بده فلان، بعد ما دیدیم مثلا این انقدر طول کشیده که 3 نفر هم جلوی ما هن، این آفیسره داره با اینا درد و دل میکنه، خاطره تعریف میکنه. واقعا همین یعنی اصلا کار مثلا قانونیشو اونقدر شاید انجام داشت نمیداد. به خود ما هم که رسید داشت با ما حرف میزد، کریری خیلی قشنگ اصلا نپرسید واسه چی اینجایید، کی میرید، چی کار میکنید. خودش هم به ما گفتش که 3 ماه قبل از اینکه ویزاتون تموم شه واسه اکستنشنش اقدام کنید و پیارتون هم سریع بگیرید و نرید. خیلی 2-3 بار هم تاکید کرد که نرید، پیارتون رو سریع حتما بگیرید. و ما اینجوری بودیم که ما این 1 ساعت بودیم توی گیجی و داشتی خاطره تعریف، واقعا داشت خاطره دوستامون اونجا بودن، خیلی به اون خوش گذشت، اینجا رفتیم این کار کردیم، خیلی نایس و باحال بودم. همه خود هم استوری گذاشتم، به همه گفتم واقعا، چون خیلی هم میترسن تنهایی بیان و فکر میکنن مثلا یه مزیته که من و امیر با هم اومدیم، که هست البته من انکارش نمیکنم، ولی چون کانادایی ها خیلی نایسن، خیلی اجتماعی هن، به نظر من این خودش از اون درد و سختی هایی که آدم ممکنه توی کشور بکشه به نظر من کم میکنه به مقدار خیلی زیادی. و اینکه نترسن هم سریع اقدام کنن و بتونن یه کار بکنن که بقیه هم بیان و از این آزادی هایی که واقعا ما اینجا داریم چیز میکنیم استفاده کنن و به بقیه هم این آزادی ها رو تا حدی اگه هر کسی هر کمکی که دستش برمیاد برسونه. یه نکته کوچیکی بگم با اجازتون، و اینی که ما حالا این لایو گذاشتیم یا به دوستامون شما رو پیشنهاد میکنیم یا به کسی استوری گذاشتیم و اینا، به هیچ وجه بحث تبلیغ و این حرفا نیست، چون خودمون تجربه کردیم و خیلی ها رو دیدیم که زندگیشون رو از دست دادن بابت مشاوره های نادرست. دوست صمیمی خودم خونش رو فروخت و همه چیشو از دست داد به خاطر اینکه یکی از همین شرکت های خیلی خیلی معروف بهشون راهنمایی اشتباه کردن بابت سوئد و همه چیشو از دست داد. به خاطر همین اصلا من برام مهم نیست که هر کسی فکر کنه که من دارم برای شما تبلیغ میکنم یا نه، ما فقط داریم پیشنهاد میدیم به هر کسی که میبینیمش که اگه میخوای مشاوره کنی، میخوای مهاجرت کنی، با شما تماس بگیرن، به خاطر اینکه این دیگه شوخی نیست، این یه محصول نیست که من بگم تبلیغشو بکنم یا برو از این مغازه بخر یا از فلان. این بحث مهاجرت خیلی مهمه، چون شما همه زندگیتون درگیرش میشه و ما همه چیمونو گذاشتیم ایران اومدیم. من چندین هزار تا شاید مشتریمو گذاشتم و اومدم، پریما بیزنس خودشو گذاشته و این تصمیم آسونی نیست و نمیشه سرسری و گول تبلیغاتو اصلا نباید خورد. تبلیغات اصلا دلیل بر این نمیشه که کار اداری درستی واسهتون انجام میشه یا نه. پیشنهاد من برادرانه به جان بچه‌هام قسم بخورم، اصلا بحثمونی نیست که تبلیغی چیزی بکنیم، فقط داریم میگیم با خیال راحت میتونیم مشاوره ها و چیزهای شما رو استفاده کنیم و ما خیلی خیلی ازتون ممنونیم که
امروز الان اینجا نشستیم و این همه من اذیتتون کردم و این همه هی پی ام دادم که آی من استرس دارم تو رو خدا. خانم درویش خیلی از دست من اذیت شد بنده خدا و واقعا ازتون ممنونیم دیگه، چی بگیم، دمتون گرم، خسته نباشید. مرسی، تا دیداری دوباره، از همه خدا نگهدار. خدا حافظ.